یه گفته ای داشته باشیم از زهر شمشون رب شمشون خیم برب نخمان میخواه نخمانی زخوتو یاگن علینو و علیخن و الکل اسرائیل. این برمیگرده به مباحث هفته پیش که دیدیم که یوسف صدیق وقتی که قرار بود از زندان آزاد بشه، همون سالی که قرار بود آزاد بشه آزاد شد و بعدم به ریاست و مقام والایی رسید. از ته چاه زندان به تخت تقریبا پادشاهی مصر. تو میدراش نوشته آمر ربی یوشوع بن لوی میتخت سارا رواحا، یعنی از میان تنگناه نجات و گشایش میاد. میتوخ افلا اورا، از میان تاریکی و ظلمت اورا نور آشکار میشه. میتوخ نیبولان شل صدیکیم روم موتان، از میان سقوط صالحین خدا عزت و مقام والا به اونا داده میشه. زهر شمشون میپرسن که چرا میگه از میانه؟ خوبه بگه که مثلا بعد از تنگنا نجات و گشایش، یا بعد از تاریکی نور، بعد از سقوط سقوط. چرا میگه از میونه اینها؟ به طور مقدمه میگه که توی میدراش نوشته شده در مورد ابراهام آوینو نتتا لیرخا نس لیتنوسس نیسایون اخر نیسایون، یعنی خدا هی ابراهام را امتحان کرد، امتحان بعد از امتحان. گیدولین اخر گیدولین، و هی هم به مراتب بالا رسوندش، بزرگش کرد ابراهام را از هر جهت. از یه جهت هی امتحانش میکرد، از یه جهت هی میبردش بالا. بشویل لنستوتو با اولام، بشویل لگدلام به اولام کلس از زشل سفینا. همه این امتحانات را به ابراهام داد که امتحانش کنه تو این دنیا، که برای این که میخواست که بالا ببرتش مثل یه بادی رو روی دکل یک کشتی، مثل یک پرچمی که میره بالا، نس لیتنوسس که ببرتش بالا. نیسایون از واژه نس یا همون دکل یا بادگیر کشتی هم هست. و چرا اینقدر امتحانش میکرد در نیبردش بالا؟ به کل کخلاما، اینا میدراش میپرسه، میپنه کشت سل، به خاطر اینکه حقیقت دین خدا و عدالت خدا در عالم آشکار بشه. مدت دین با عالم چتیت کشت، مدت دین با عالم شئیم یومر لخا آدم لمیشه او رتسه معشیر لمیشه او رتسه معنی. بلکه اگه یکی اومد بگه که ای بابا دنیا در پیکر نداره، خدا همین طوری هر کیو میخواد غنی میکنه، هر کیو میخواد فقیر میکنه، هر کیو میخواد ببره بالا، هر کیو میخواد بزنه زمین. اولمی شهور رتسه و سه و ملخ، هر کیو میخواد پادشاه بکنه پادشاه میکنه، بی حساب و کتاب خلیلا. ابراهام کشراتسا اسا و ملخ کشراتسا اسا و عشیر. ابراهام هم هر وقت خدا نیلش گرفت که پادشاهش بکنه کردش، و هر وقت هم خواستش که ثروتمندش کنه ثروتمندش کرد. یا خال اتال هشیوا بلو مرلو، ولی در جواب این کسایی که اینا را میگن حرف واهی را میگن، تو هم جواب بده میدراش میگه. یا خال اتل اصد که مش آسه ابراهام آوینو علیه السلام، آیا تو میتونی مثل ابراهام اون کاری هایی که ابراهام کرد و بکنی؟ ابراهام چیکار کرد؟ و او مر ماسا میپرسه، میگه مگه ابراهام چه کاری کرد؟ و حتی مرلو، تو هم جواب بده. و ابراهام به مهاشانا بی والد لو، یعنی ابراهام 100 سالش بود خدا بهش یک بچه داد،
100 سال طول کشید، بعد 37 سالم تربیتش کرد و بزرگش کرد و اینا. بعد یه دفعه خدا گفت ابراهام، گفت بله، ببر سرشو ببر. چشم، سبحان و طاعتن. تو میتونی همچین کاری بکنی مثل ابراهام؟ پس به این بیدر و پیکری نیست. خدا ابراهام امتحان کرد، بزرگش هم کرد. پس میبینیم که از میون امتحاناته که آدم به جای بزرگ میرسه. شکادوش بارو خوم بی سوری ملت صدیکیم بشویر لگدلان با علام. خداوند مصائب و سختی ها را بر صدیقین میاره که میخواد بزرگشون بکنه توی این دنیا، به مراتب والا معنوی و این دنیا برسونتشون. خب این مقدمه. حالا برگردیم سر اون جایی که میدراش میگه که از میان تنگنا گشایش میاد. زرشیمشون میگه که اسم الهیم که سمبل دین و غضب و جبروت خداه، اگه حروفش را اونطوری که هر حرفی تلفظ میشه بنویسیم، یعنی الهیم از 5 تا حرفه کلمه الهیم، الف لامد ه یود مم، اینا بنویسین هر حرفش اونطوری که تلفظ میشه، مثلا الف، الف میشه الف لامد پ، بعد لامد میشه لامد مم دالت لامد، بعد هش اونجایی که سه جور میشه نوشت، یا دوتا ه، یا ه با یود هی، یا ه با الف. ولی دوتا ه که اگه بنویسیم، بعدم یود هم که میشه یود، یود واب دالت، مم هم که میشه دوتا مم، مم. بعد این درست حساب بکنیم، الف که میشه 111 تا، لامد که میشه 74 تا، ه هم که میشه دو تا ه که میشه 10 تا، یود هم که میشه 20 تا، مم هم میشه 80 تا. جمع کل اینها میشه 295 تا که میشه حروف ابجد سارا، یعنی مصیبت. سادی رشه، رش که میشه 200 تا، سادی هم که میشه 90 تا، هم که میشه 5 تا. درست. به همین خاطره که ما توی تفیلاه میگیم رتسه، رتسه هم همون حروف ساراه، یا برشم تا وکادوش میگن صهر نور، همون حروف ساراه، اگه حروفش از این ور به اون ور بکنید. یعنی میگیم که ای خدایا، خود مصیبت را، نه بعد مصیبت، از خود مصیبت رضایت به وجود بیار، راضی شو. از خود مصیبت، از خود تنگنا گشایش پیدا بشه، از خود تاریکی نور بیاد بیرون. و این بارها دیده شده، مثل داستان استر، اخشورش از هامان بیشتر با ما دشمن بود، آخرش اخشورش وسیله‌ای شد برای نجات ما از تو خودش. بعد توی شبات هم میگیم رتسه و خلیطه نو، میل داشته باش و ما را نجات بده. یعنی سارا که از همون اسم الهیم با میلوی ه هست که دین و جبروت خداه، خود دین و جبروت خدا، جبروت خودش را نشون بده و نجات را بیاره. برای اینکه نجات هم باید با قدرت و جبروت خدا باشه، خود جبروت خدا تبدیل میشه به منشأ نجات و منشأ نور. تو میدراش گفت که میتوخ افلا اوراق، یعنی از توی تاریکی نور. زرشیم شو میگن افلا، همون حروف هپله، یعنی عجیب، یعنی خود تاریکی تبدیل میشه به عجایب خدا.
به معجزات آشکار خدا، به نور خدا، خود اون حروف. بعد میتوخنی بولان شل صدیقین، یعنی وقتی که صدیقین تنزل یا سقوط میکنن از جنبه ای، این باعث میشه که بعضی موقعی مصائب اگه گناهی داشته باشن اونها پاک بشه. بعد نیبول همون حروف لیبونه، یعنی صفا دادن، پاک کردن، جلا دادن، یعنی پاک میشن از گناهانشون و این باعث میشه که خداوند اونها را از هر جنبه‌ای موفق و به مقامات و مراتب والای انسانیت و تقرب به خدا و حتی موفقیت در امور این دنیا نائل بکنه. برحمیم ربیم و مگولیم بلیس و فوبلیشون گبولیم حسادیم گدولیم نیرین و نگلیم بلیس و فوبلیشون گبولیم ایم هم تاکت دینیم به خلا علامات به خلا به حینات گشمی به روحانی لانو و لاخم و لکل اسرائیل حیم توبیم و لشالوم آمین. کنی ای راتون.